برنامه لیویس رو با کلیک کراس اوپن اجرا کنید. تو مسیر کاری خودمون که GIS Project Scan Map نقشه رستری بک‌گراند کلیک کراس اوپن اجرا کنید. اوکی. از مسیر فال Create Segment Map یک نام انتخاب میکنیم، توپو دومین رو براش تعریف میکنیم به نام توپو ولیو 0 6000 و دقت اعشار. اینجا شما میخواد که در واقع 4 رقم اعشاره. خب اوکی اوکی. وارد محیط ویرایشگر نقشه خطی میشید، از فایل کاستوماز تورانس رو صفر میگیریم، در جزوه اومده. دلیل این کار چیه؟ شروع میکنید به رقومی کردن نقشه خطیتون. بهتره که ابتدا خطوط اصلی رو شناسایی بکنید. خطوط اصلی پررنگترن، ضخامتشون بیشتره. خب این ارتفاع 1600. شروع کنید. شما دو حالت هست برای رقومی کردن، دراگ اند دراپ، یعنی کلیک سمت چپ موس رو شما نگه میدارید و مسیر رو میرید. به این صورت من کلیک چپ موس رو گرفتم، رها نمی کنم و روی خط حرکت میکنم. این کار دقت خیلی کمتری داره. دوبار کلیک میکنم و انتخاب با دکمه دیلیت روی صفحه کیبورد پاکش میکنم. طریقه دیگه ای که میشه رقومی کرد تک کلیکه، یعنی شما میاین شروع میکنید به رقومی کردن، یه تک کلیک چپ موس، یه تک کلیک، تک کلیک، 1 2 3. با تک کلیک انحنای توپوگرافی رو لحاظ میکنید. با دکمه هوم به چپ، اند به راست، پیج آ پیج دوم بالا پایین میرید. این دکمه ای که عنوان کردن رو صفحه کیبورد اومده. خب رقومی کردن از پیچ ها مثل رانندگی با اتومبیله که قبل از پیچ شما یه ترمز میکنید، داخل پیچ ترمز میکنید و ادامه مسیر. اینجا هم همین جوریه، قبل پیچ، داخل پیچ، ادامه مسیر. خطایی که داره ارتفاع مشخص هستن شناسایی بکنید، به خاطر بسپارید. هوم پیج دان. به فرض مثال من کارم تموم شده، به انتهای کار که شما رسیدید کافیه که دوبار کلیک کنید سری، کادری باز میشه، ارتفاع 1600 رو وارد میکنید. اوکی. ذخیره میکنید کارتون رو. دوستان باید شما تمام خطوط توپوگرافی مربوط به منطقتون رو رقومی کنید. شما بهتره که از مرز حوزتون و محدوده مطالعاتون خود بیشتر خط رو رقومی کنید. خب خارج میشید. اگر بخواید دوباره روی این فایل کار کنید، نقشه خطی توپوگرافی رو باز کنید، ملاحظه بکنید که شما فقط این خط رو رقومی کردید. کافیه که نقشه بک‌گراند رو دوباره باز کنید، کلیک کراس اوپن، اوکی. مثل نقشه نقطه ایتون لایر، اد لایر، توپو رو اضافه کنید به نقشه و ادیت، ادیت لایر، سگمنت. ادامه مسیر شما داشته باشید. برای ادامه مسیر فال کاستومایز 0 0. هر وقت شما دارید سر میزنید به این نقشه که دوباره رقومی میکنید، باید کاستومایزر رو صفر بگیرید. از این مربع که بهش نود میگن شروع کنید رقومی کردن. 1600. اگر به هر دلیلی از ادامه کار باز موندید، کافیه که براوز کنید اون فایل دیتایی که در جلسه اول گفتن کپی کنید، مربوط به دیتاهای خودم هم هستش، محو کنید، خطی رو نمایش بدین، نقشه توپو رو کلیک راست اوپن کنید، از نقشه رقومی من استفاده کنید، کلیک راست کپی، داخل این مسیر
کلیک راست، پیست، پیغامش تشابه نام، کلیک راست، اوپن. میتونید از فایل هایی که من ایجاد کردم استفاده بکنید، اما بهتره که شما رقومی کردن خودتون انجام بدید، دستتون روون تر بشه. خب